به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا، امروز چهارشنبه 21 هفته 1392 طابق 12 مارچ 2014 دکه 1492 کال است. من در بیبی بهرو هستم، ناحیه دهم شهروندی، دهن حمام. اینجا خواهران ما، برادران معدود ما، کسانی که دستشان و پایشان قسمت اعضای بدنشان در جنگ ها در طول 35 سال از دست دادم. اینها تنها امیدشان شما هستید، شمایی که در خارج از کشور حداقل توان 100 دلار، 100 یورو، 100 پوند دارید. هیچ کس در این کشور زمامداران، رهبران، قدرتمندان در قصه و غصه مردم نیستند. معاششان 1.5 هزار افغانی ماهانه است که تقریبا 50 دلار ماهانه معاششان است و متاسفانه معاششان 1.5 هزار افغانی ماهانه است و اینها نیاز به کمک دارند. نوروز نزدیک می شود، کمکی که امروز ما آوردیم بیشتر از کمک هایی است که خانم بیبی حاجی از یکی از کشورهای عربی و آقای توخی از یک از کشورهای عربی و ما ارسال کردند که به افراد مستحق داده شود. اینها واقعا افراد مستحق هستند. زب و بیبی بهرو کیم ده حمام نجده ده شاروالی بلسم ناحیه دوی معلولین ده معیوبین ده ده شهده و بازماندگان ده چی ده پیزه درش کار جگل قربانی شوی ده دوی هیل یوازی کاسی هست. ده خور مشران و ده خور زمامداران و حاکمان و وزیران و وکیلان و سناتوران و والی صاحبان و همدارنگ دی جهادی مشران و اگوی دی دوی پاکسه و غصه که ندن. اگوی دی خپل جیب و چوکی دی مانه لانکوزر پاکونه پاکسه و غصه که ده. که تاسی سل دالاره دی دوی سرمرستی وکی، تاسی دی جمع دی سره هوا دوی جغوروی. تا نوی کار پایکیجی، پا نوی کار دوی دی یو کلو غش پیسی نلری، دی دوی ماش 1.5 هزار افغانی پر میاشت که در دوی دیده درش کاله سلویشت کاله جگل قربانی در لبعد مرغد هیچ صبح دیده دوی پاکسه و غصه که ندر. من زر آغریم چی بی بی حاجی چی دیو عربی هواد نه او همدارنگ دی توخی سایب دیو عربی هواد نه مرست سری رجی دی دیده مرست نه دی دوی سرم مرستی وکو دی اغوی دی پیسی نه دی نورو بی وزر خلکم مرست شوی دی فیلمون اخبر کیجی او همدارنګه نورې پیسې انشاءالله نور و بیوزلو خلکو ته ورکوو. زه ډېر خبرې نه کوم، من میخوایم که یکی از اینها مشکلاتشان را مطرح کنند که واقعا چی مشکل دارند تا شما صدای اینها را بشنوید، قلب شما صدای اینها را بشنود و همچنین وجدان شما واقعا تکان بخورد. شما منو میشناسید، هیچگاه به امانت شما خیانت نمی کنیم. تقریبا این سومین بار است که من اینجا آمدم، کمک های وطن های عزیز را کم یا بیش برای نو رساندم. اگر کسی قدر یک سیب ندانه، قدر یک باغ نمی داند. و اینها معمولا افراد هستند که مردم افغانستان در مجموع انسان های بسیار پاک هستند، خالص هستند و اینها واقعا افراد هستند که ما باید دست اینها را بگیریم، چون اینها نیاز دارند و اینها همیشه و همیشه از کسانی که دست اینها را گرفته بر اینا همکاری کرده هیچگاه فراموش نمی کنند. قلبشان دارم کنم که کمک کردن به افراد مستحق در افغانستان در کابل کاری ساده نیست، چون تمام 99% مردم ما مستحق است، اما ما باید مستحقترینش پیدا کنیم. ما باید بریم پشت دروازهایشان. ما امروز که آمدیم، وقتی که در اینجا آمدیم، مصرف کپچر و ایدیت رو که دستیار من کار میکنن اینها را بگذاریم، مصارف تیل را بگذاریم. ما حداقل از 1-3-4 جای پرسان کردیم که بی بی محرو دهن امام کجاست. بعضی افراد ما رو میشناسن، بعضی افراد نمیشناسن، بعضی با احترامی جواب میگن، بعضی با بی احترامی مثلا جواب میگن. ما پشت دروازهای مردم میریم، کسایی که مستحق است تق میزنیم، در کوچه و پس کوچه استاد میشیم. بعضی افراد که از کوچه تیر میشن، من میبینم پشت دروازه مثلا 5 دقیقه استاد هستیم، تق تق میزنیم باز نمیشه، تعجب میکنن. میگه یک وکیل ببین در یک گلولای پشت یک کوچه استاد است، معلوم نیست که چی هدفی دارم. اما هدف ما فقط رضای خداوند و رضای مخلوقش است که اونمو امکاناتی که شما در اختیار ما قرار میدین. باز من تاکید میکنم که اصل ثواب شما میشود، چون اگر شما کمک روان نکنین، من در اینجا آمدن نمیتونم. من یک ماش دارم و هزار مشکلات دیگر داریم. بنابراین
من از شما میخواهم که اینها را فراموش نکنین. شما در خانه ایتان با زن اولادتان، با پدر و مادرتان، در خانه گرم در زمستان، در خانه سرد در تابستان نان میخورین، چای میخورین، قصه میکنین، خنده میکنین، شوخی میکنین. یک لحظه تصور کنین که هموطنان شما از گرسنگی رنج میبرن، از سرما رنج میبرن، اولادشان مثلا پولی کتابچه را ندارن، پولی قلم را ندارن، پولی یک کیلو گوشت ندارن و حتی خدا شاهد است که هموطنان با تعدادشان نان و چای خوش که چاشت یا شب میخورن پیسی یک کیلو بوره یا شکر را ندارن که حداقل اونمون نان خوش که با چای شیرین بخورن. من از شما میخواهم که اگر وطنتان، خاکتان، مردمتان، دینتان، قومتان، ملتتان، ملیتتان دوست دارین، در عمل بر اینا یک ذره مرهم روی زخمشان بگذارین. در شعار دادن این که من هزاره رو دوست دارم، تاجیک دوست دارم، پشتون دوست دارم، ازبک و پشه‌ای و نورستانی و تاتار و ایماق و این که ما خاک دوست داریم، میهن دوست داریم، از شعار چیزی ساخته نمیشود. اگر از شعار چیزی ساخته میشود، حال رهبران افغانستان در طول 3 قرن یا در طول حداقل 40 سال شعارهایی دادن که افغانستان باید گل گلزار میشود. من زیاد وقت شما را نمیگیرم، رشته سخن به یک از خواهرای خود میگذارم، چون صدای خواهرای ما قلب شما را به لرزه آورده. یک تعداد از خواهرای مؤثر ما صدا کرده بود، شما کمک روان کردین، اینها با شما صحبت میکنند. امیدوار هستم که با گوش خود نه، با قلب خود صدای اینها را بشنوید. زدی تاسو نه هیله کوم چې د خپل زله سره د دوی غج اوری او دوی ته مرسته ولیږی. په زرګونو نورو افغانانو د معلولینو د شهدا او بازماندگانو د کوندو د یتیمانو د چې په دې حالت ده، او تاسو کولی شئ چې د دوی سره مرسته وکړئ. مننه د تاسو پاملرنه، تشکر از توجه شما. در 5 سال میشه که در سر جدول خوان بوده دوستان نشر دوست های بسیار یک میروان، بسیار یک شخص خوب است برای ما، بسیار کمک ها کلن، ازشان بسیار زیاد تشکری میکنم. در خانه کرایی زندگی میکنیم، بسیار مشکلات ما زیاد است و چیز آمد ما از زینا تا بالا میشیم، در بسیار مشکلات ما زیاد است. ما یکی بزار ماش چی میشه؟ خواهر جان رئیسشان است که دو اسوار داره از بای معلول هستند. خب اول من احترامات کسایی که خارج از کشور هستند، احترامات خود از سبیل قلب از برمایدگی تمام معلولین من تقدیمشان میکنم. خداوند اینا که ما به یاد از یاستیم یا به یاد خداوند یارا همیشه کمک کنه و دست از یارا بگیره. من یک تقاضا دارم، من خود بین معلول هم هستم، بیوه هم هستم، به ارتباط اینمی معلولین بیچاره مبارزه کردیم، خودم یک رنجاور هستم. من میخواهیم که بر از این معلولین حداقل بتانم که یک کمک شه برشان، که یک کتابچه یک قلم حداقل برای اولاد خود بخره، که در آینده اولاد از یا به یک مواد مخدر یا خدا نخواسته به یک رای دیگه نره. اینا را اگر اینا را کمک کنه یا به بسیار آرامی میتونه که اولادای خودم به مکتب روان کنه، به اصطلاح تحصیل سرش بکنه، او یک لقمه نان حلال یا اگر تر پیدا نمیشه مو خوش که خواهد اقل داشته باشه که بر اولادای خود بتر. تقاضای ما باز است پیش شما خواهرها و برادرهایی که در خارج هستیم، باید شما غفلت نکنین. این معلولین ما را ببینین بالا هم خانه ها پر هسته و این برادرای ما را ببینین کل عذاب بیچارا بیکار. دولت خونه خبر داره که برای جورال وظیفه نمیده، معلول قطع جای نداره. تقاضا میکنم که کمک هایتان با این معلولین زیاد بسازین که همین معلولین بیچارا مستفید یک حداقل یک بوجی آرد شوه. خداوند تعالی و پروردگار عالم در دل تمام برادرها و خواهرای ما که در خارج هستند رحم برده تا بتانه به حساب بشر دوست صاحب. من یک جهان سپاس میکنم از این که همیشه ما را قدردانی کرده، حتی در پشت پارلمان که رفتیم وقت بر ما عمی گرفته و ما را داخل ساخته. بر علاوه ما دیگه مسلمان در اونجا که واقع هست ندیدیم، به خاطر که همیشه پیسه را پیدا کردن در جیبای خود پر کردن، اما این آدم هم همیشه دیدیم که به معلولین، به بیوا، به غریبا کمک کرده. ما دیگه گفتنی ندارم، وقت زیاد تایی میشه. جهان سپاس از کلتان کچه که ما را یاد میکنه و من امیدوار هستم که فراموش ما نکنید و به حساب بشر دوست و همیشه کمک هایتان باید دوامدار بر ما روان کنید. تشکر خواهر جان. من باز تاکید میکنم که فیلم که میبینید ایره میتونین شما در مسجد، در عروسی، در جلساتی که دارین ایره دانلود کنین، نشان بدین،
هموطنهای خود یا حتی در آمریکا، اروپا، استرالیا مردم خیر و مردم خوب دیگر را شما احساس کنین، برایشان توضیح بدین که مردم افغانستان در این حالت است. شما لازم نیست که از جیب خود کمک کنین، اگر توانش ندارین شما میتونید که از نهادهای خیریه، از مردم دیگر، از اونها کمک بخواین که برای ما روان کنند تا ما بر اینها برسونیم.